هشدار سناتوران آمریکایی به رئیس جمهور آمریکا برای ختم جنگ در افغانستان. یک تیم 10 نفری از سناتوران آمریکایی از رئیس جمهور آمریکا خواسته است که جنگ جاری در افغانستان را به پایان برساند و سربازان آمریکا را از افغانستان بیرون کند. آیا ممکن است که جنگ جاری در افغانستان به این زودی ها به پایان برسد؟ از سوی هم یک روزنامه بریتانیایی نگاشته است که سیاست نامعلوم حکومت جدید آمریکا در قبال افغانستان باعث ناامن‌تر شدن این کشور شده است. اما چرا آمریکا سیاست خود در قبال افغانستان را روشن نمی کند؟ سلام، به برنامه خط کابل خوش آمدید. در این برنامه خط کابل به بررسی همین موضوع می پردازیم. من رازقیار هستم و مهمانان شریک در بحث با من آقای عبدالشکور سالنگی، آگاه روابط بین الملل، و تا دقایق دیگر آقای دکتر قادر سکندری، استاد دانشگاه، هم با ما خواهد پیوست. آقای سالنگی، به بحث ما خوش آمدید. چه چیز باعث شده است که به یک بارگی همه سناتوران آمریکایی بالای حکومتشان فشار وارد کند تا جنگ را در افغانستان نقطه پایان بتن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام خدمت شما همکاران تخنیکی و بینندگان محترم تلویزیون خورشید. خب طبیعی است که یک صفتی که به جنگ آمریکا در افغانستان میتن طولانی ترین جنگ آمریکا در طول تاریخ تاسیسش. خب خود از این صفت یک نوع رخوت و سستی در آمریکا هم ایجاد کرده که در این جنگ طولانی نتونست کار را یکسره بکنه و نتایج را و اهدافی را که در سال 2001 برای خود ترسیم کرده بود، هم برای بازسازی و ثبات و همینطور استقرار یک نظام تقریبا پاسخگو به داخل افغانستان و همچنین در بیرون برای موفق جلوه دادن استراتژی آمریکا نتونست که به چنین توفیقی برسه. از این جهت واکنش ها را در داخل آمریکا، چی از جانب افکار عمومی که ما هر از گاهی مشاهده میکنیم و بخصوص از جانب کنگره آمریکا که مجلس نمایندگان و سنا آمریکا باشه، در قبال داشت. بحث دیگه ایست که یعنی یک نسبت کلانی که ما میتونیم به جنگ آمریکا در افغانستان بتیم و نشان بتیم که این جنگ رو به شکست است، رو به، اگر نگویم رو به شکست است، حداقل رو به ضعف است و آینده مبهمی را به نمایش میگذاره، بخصوص در نوع حضور آمریکا در افغانستان. اوست که بعد از سال 2014 یک رقابت بسیار شدید بین آمریکا و رقیب سنتیش روسیه به وقوع پیوست که افغانستان هم شدیداً متاثر از این بحث شد. به نوع آمریکایی‌ها احساس میکنند که روسیه میخواهد در افغانستان که آمریکا حضور داره کار را بکنه که آمریکا در دهه 1980 بر اتحاد شوروی انجام داد و این خودش تمام نیرو، توان و همینطور امکانات آمریکا را تحلیل میبره و در نتیجه به چیز منجر میشه که آمریکا باید از افغانستان شرمندانه بیرون شود. این ترس در آمریکایی‌ها را بر این واداشته که باید فشار وارد بکنن بر آمریکا، بر دولت آمریکا، به خصوص دولت ترامپ که یک نوع بی‌علاقگی نسبت به افغانستان از خود نشان داد، چی در زمان کاردارای انتخاباتی و همینطور چی بعد از اینکه به قدرت رسید. حتی در پنجشنبه گذشته که نشست ناتو هم بود، کمتر توجه و عطف بر افغانستان شد، کمتر وانمود شد که افغانستان به عنوان یک موضوع خیلی مهم برای ناتو و به خصوص برای ایالات متحده همچنان برجسته است و باید نیروها، امکانات و منابع معطوف شود برای اینکه بحران یکسره شود. چون هم در داخل آمریکا او مسئله خدمتتون عرض کردم وجود داره و هم در افکار متحدین آمریکایی اروپایی آمریکا هم طور قضیه برجسته شده که آمریکا میخواهد از امکانات از اینا علیه روسیه استفاده بکنه و اینا کمتر در این کارزار و در این معرکه خود دخیل می‌شدن، چون روسیه در اروپا بیشتر تفوق داره و ترس که اروپایی‌ها دارن از اینکه مبادا روسیه برای انتقامگیری از اروپایی‌ها آنچه که آمریکا در مقابلش بخواد انجام بده دست به تحرکات در اروپا بزنه که قطعا روسیه چنین کاری انجام داده است. از بابت ازی است که روس‌ها دستشان درازتر نشه و یا هم واقعا جنگ افغانستان به نقطه‌ای رسیده که باید برش نقطه پایان گذاشته شود. ببینید، ما زمانی در روابط بین الملل زمانی ما میتونیم یک بحران رو به تصاعد مشاهده بکنیم که رقابت بین قدرت‌های درگیر در او بحران زیاد شود، یعنی همسویی از بین بره و این همسویی تبدیل به رقابت، چی که حتی تبدیل به نزاع و درگیری شود. پیش از سال 2014 یک نوع همسویی بین ایالات متحده و متحدین ناتو، یعنی به اصطلاح بحث درونی اگر بکنیم، و همینطور در بیرون بین ناتو و
قدرت هایی که اینا به اصطلاح در اطراف افغانستان هستند، مستقر هستند، مانند روسیه و چین وجود داشت و همی بود که به نوعی مشاهده میکردیم که در افغانستان استراتژی آمریکا یا برنامه آمریکا، البته آمریکا که میگیم ناتو را میجا دربر میگیره، این رو به اصطلاح پیش بود و موفقیت آمیز جلوه میکرد. بعد از سال 2014 که به نوعی رقابت، همکاری تبدیل به رقابت شد، ما تصاعد بحران در افغانستان مشاهده میکنیم. اگر این رقابتی که بین آمریکا و روسیه فعلا در گرفته، بخصوص در خاورمیانه که نمود بیشترش است، در افغانستان هم گفته میشه که رقابت در حال انجام گیری است و نزدیکی است. اگر این رقابت همچنان رو به تصاعد بره، قطعا بحران افغانستان ابعاد کلانتری به خود میگیره و روسیه هم وادار میشه که دست به تحرکات بیشتری بزنه. این تحرکاتش میتونه استحکام مواضع دفاعی خودش در آسیای مرکزی باشه، حتی دخالت در افغانستان باشه، که چند وقت پیش هم یک مقام روسی گفته بود که اگر ما احساس کنیم که از افغانستان خطری متوجه ماست، ما دست به تحرکات نظامی مستقیم میزنیم علیه مخالفین. ممکن نخواهد بود که امنیت را تامین کنیم در افغانستان. خب زمانی که درگیری بین رقبا بیشتر شود، اولا که این رقبا به صورت مستقیم درگیر نمیشن. خب ایالات متحده و روسیه هیچگاهی به صورت مستقیم درگیر نمیشن، چون اگر چنین کاری شود، یک جنگ کلان در امکان داره در پی داشته باشه که به تباهی هر دو طرف بیانجامه. اما اینا میان نیابتا از گروه های دیگه استفاده میکنن. مثلا روسیه گفته میشه که از طالبان در حال استفاده کردن علیه آمریکا است و آمریکا هم همچنان میخواد که دوباره از طالبان استفاده بکنه و اگر چنین نشود از گروه های دیگری که در افغانستان در اواخر سر برآوردن استفاده بکنه. یعنی ترس وجود داره هم از هر دو طرف در صدد استحکام مواضع خود در افغانستان هستند که مبادا طرف دیگر دست به تحرکاتی بزنه که برتری بیشتری نسبت به اصطلاح خودش در مدیریت امنیتی افغانستان داشته باشه. این خودش باعث شده که و روس ها و ایرانی ها اینجا عملا حمایت میکنن گروه طالبان را و دست زنی میکنن در وضعیت امنیتی افغانستان. خب فکر نکنم کار به اوج رسیده باشه تا هنوز، چون روس ها و ایرانی ها و حتی چینی ها و هر کشور دیگری تا حالا مستقیما ادعای در مورد آنچه را که میخوان در افغانستان انجام بدن ندارند. اما گزارش‌های رسمیشان بارها حمایت شده طالبان از سوی روس‌ها و چرخبال‌های و کشور آمده در ساعات که در کنترل طالبان هستند و اونجا حمایت کردن و تجهیزات به اونها بردن در اون مناطق. خب عرض کردم این به صورت پنهانی است، یعنی به صورت پنهانی از و خیلی آشکار نیست و ما هم نمیتونیم این را دلیل مستحکم بر ادعای خود بگیریم که واقعا روسیه دخالت در افغانستان میکنه و این دخالتش هم مثلا بیایم بگیم که چرخبالا نشست برخاست میکنه. حالا چرخبالا را هم کی دیده معلوم نیست کی دیده، و این یک چیزایی است که تا موضع دولت رسمی دولت افغانستان و بریست که این چیزا کاملا بی پایه و بی اساس از ریاست جمهوری چند روز پیش رد کرد که چرخبالای مثلا از روسی در خاک افغانستان نشست و برخاست داشته باشن. اما اگر اینا را ما مثلا به عنوان جفسازی رسانه‌ای هم حساب بکنیم، بازم در عمل وقتی که روسا میان عملا میگن که ما با طالبان همکاری داریم، با طالبان به اصطلاح همکاری اطلاعاتی داریم، خب خودش به این معنی است که طالبان با روسیه، با طالبان به اصطلاح رابطه داره و این رابطه اگر در ظاهر و به صورت رسمی همکاری اطلاعاتی گفته شود، اما در باطن میتونه تقویه طالبان باشه. به دلیل از او به اصطلاح رقابت کلانی که با آمریکا در حال شکل گیری بین روسیه و آمریکا است. اگر چنین چیزی شود، ما قطعا بحران افغانستان یک بحران فربتر، پررنگتر و با ابعاد گسترده‌تر می‌بینیم که نتیجه چیست که افغانستان میدان جنگ مستقیم میشه، آنچه که ما در روسیه می‌بینیم. در روسیه عملا روسیه و در سوریه عملا روسیه و آمریکا علیه یکدیگر هستند. حتی وقتی یک حمله شیمیایی میشه، آمریکایی‌ها بدون در نظر گرفتن کدام ملاحظه اقدام به پرتاب شلیک موشک ها میکنن. خب اگر این رقابت بیا در افغانستان، شاید روسا چنین کاری انجام بدن. یعنی اگر یک انفجاری فرض بکنید در دوشنبه یا یک جای دیگه در خاک روسیه انجام شود، روسیه بیا مثلا چندین راکت بر مناطق از افغانستان بزنه، خوبی خودش حساسیت‌ها را بیشتر میکنه، جنگ را بیشتر میکنه و او ترسی را که وجود داره که در آمریکاییان فعلا این ترس ایجاد شده، در اروپاییان ایجاد شده که مبادا افغانستان، کشوری که اینا 16 سال سرمایه گذاری کردن، پول خرج کردن، از جمله افتخاراتشان است که ما تونستیم یک کشوری را که در حال فروپاشی بود، یک کشوری که عملا از بین رفته بود را این سر پا بریم، یک نظامی برای جور بکنیم، یک امنیت نسبی برش برقرار بکنیم و نظامی که بخش بزرگی از مردم او را حمایت میکنه و یک نظامی است که این نظام آینده خوبتر را به نمایش میگذاره. خب اگر رقابت بین روسیه و آمریکا بیشتر شود، تمام این دستاوردها و تمام این خوشبینی هایی که در 16 سال
شکل گرفته بود و در آینده هم امکان داره به اصطلاح وجود داشته باشه را تبدیل به یأس و ناامیدی میکنه. حالا یکی از انتقادات کلان دیگری است که چرا حکومت جدید آمریکا پالیسی خود در قبال افغانستان را روشن نمیکنه. یک روزنامه بریتانیایی گفته که همین روشن نشدن پالیسی باعث ازی شده که وضعیت امنیتی افغانستان از گذشته کرده بدتر شود. خب ما باید ببینیم که چیزی واقعا باعث شده که آمریکا پالیسی مشخص نداشته باشه. آمریکا قصدن نمیخواد پالیسی مشخص نداشته باشه یا نمیتونه داشته باشه. به نظر ما فرضیه دوم خیلی غالبتر است، یعنی آمریکا نمیتونه پالیسی مشخص داشته باشه. چند تا دلیل در این زمینه وجود داره، من خدمت شما ارائه میکنم. اولی که بین آمریکا و متحدین اروپاییش در ناتو یک دودستگی و یک شکاف ایجاد شده. این دودستگی و شکاف ما از اواخر حکومت اوباما و در زمان حکومت ترامپ کاملا به وضوح میتونیم مشاهده بکنیم. چیزی را که در کنفرانس بروکسل هم گذشت دال بر این ادعا هست که اروپایی‌ها زیر بار آمریکایی‌ها دیگه نمیرن. اروپایی‌ها نمیخوان که شاخه نظامی آمریکا، شاخه نظامی اقدامات آمریکا علیه روسیه یا علیه هر کشور دیگری شوند. اروپایی‌ها توقعش نیست که آمریکا استفاده نظامی از اینا نکنه، چون در این صورت دشمن علیه اروپا تحریک میشه، بخصوص دشمنی که مسلط از مانند روسیه. از این جهت وقتی که آمریکایی‌ها از اروپایی‌ها تقاضا میکنن که اینا بیان در افغانستان سرباز بفرستن، سرباز بیشتر بفرستن، ما میبینیم که فقط در حد یکی دو تا سرباز روان میکنن. حتی آلمانی‌ها سربازان از این مسئله گفتن ما در افغانستان سربازی روان نمیکنیم، چون ما در افغانستان مصروف کمک همچنان هستیم. فرانسوی‌ها که کاملا یک موضع به اصطلاح سستی را گرفتن که اصلا توجهی ندارن به خواست آمریکایی‌ها، فقط میمونه بریتانیا که همچنان دوش و دوش آمریکا در افغانستان سرباز فرستاده و فکر کنم بعد از آمریکا دومین کشوری که بیشترین سرباز در افغانستان داره بریتانیا است. بنابراین آمریکا تنها مانده در افغانستان. در گذشته برای اینکه آمریکا مشروعیت بده به دخالت خود در افغانستان یک تیم بسیار کلانی را همراه خود داشت، حدودا 40 چند کشور بود، اما امروزه این صف کاملا خالی شده، فقط دو سه تا کشور در کنار آمریکایی هستند و این خودش باعث شده که آمریکایی‌ها نتونن هزینه را به صورت فردی متقبل شوند و برای اینکه فشار و برای اینکه سرباز بیشتر از متحدین ناتو خود مطالبه کنند دست به اعمال فشار بالا از اونها میزنند، که ما دیدیم در کنفرانس بروکسل صدر اعظم آلمان کنفرانس را ترک کرد، یک جای رفت و ترامپ هم کنفرانس را بدون از اینکه برنامه ارائه بکنه جای دیگر رفت. یک بوده مسئله است. بوده دیگر مسئله است که جنگ افغانستان یک جنگ به اصطلاح فرسایشی شده برای آمریکا. سیگار گزارش هایی که در مورد جنگ افغانستان نشر میکنه این بسیار ضربه مهلک بر استراتژی آمریکا در افغانستان میزنه، چون کانگره آمریکا بودجه را که بخواد تصویب بکنه برای جنگ افغانستان به دولت آمریکا، این بودجه معطوف است به نتیجه‌ای که از افغانستان اینا به دست میارن. خب وقتی که سیگار میاد پشت سر هم گزارش پخش میکنه، کل از این گزارش ها مایوس کننده است که نمیفهم فساد وجود داره، که ضعف وجود داره، که دولت رو به شکست است، که چنین است چنان است. خب میل در نمایندگان آمریکا ایجاد نمیشه که اینا بیان یک بودجه کلان را تصویب بکنن، که این بودجه کلان بیان مثلا در از ترس نمیخواد که استراتژی جدید خود در قبال افغانستان اعلام بکنه. ببینید این ترس که وقتی میگیم، این ترس ناشی از چند مسئله است. اولی که آمریکا نمیخواهد در افغانستان بیشتر از این با روسیه وارد مرحله حساستر که او مرحله رقابتی باشه قرار بگیره، چون در این صورت روسیه میتونه اتحاد کلانتری در منطقه شکل بده و آمریکا را در افغانستان تحت فشار قرار بده و حتی زمینگیر بسازه. این خاص آمریکاییان نیست. بحث دیگه ایست که متحدین اروپای آمریکا اینا میل و رغبت ندارن برای که دخالت داشته باشن در افغانستان یا دوباره سرباز بر افغانستان بفرستن. بس سومی برمیگرده به آنچه اوضاعی که در افغانستان میگذره. اوضاع در افغانستان به گونه‌ای است که آمریکایی‌ها مایوس شدن از آنچه که در افغانستان در گذشته انجام دادن و فکر میکنن که هر نوع استراتژی که ما در افغانستان رو دست بگیریم، این همچنان اتلاف وقت، اتلاف سرمایه و همینطور از بین رفتن عساکر و منابع ما در افغانستان میشه. پس این عوامل باعث شده که یک ابهام و سردرگمی در آمریکا ایجاد شود که نتونه دستبندی بکنه که واقعا در افغانستان چی چیزی را اول انجام بده، چیزی را دوم انجام بده، که ما او را نامش می‌بریم استراتژی. حالا با توجه به گزارش‌ها، یک بخش کلان از خاک افغانستان در کنترل طالبان است، به استراتژی جدید آمریکا هم تنها به یک
دریچه امید نگریسته میشه که شاید بتونه جنگ را در افغانستان پایان بده و این بنبست را که ایجاد شده در جنگ به پایان برساند. از دید شما خواهد توانست استراتژی جدید آمریکا جنگ افغانستان را نقطه پایان بده و طالبان را در افغانستان شکست بده؟ ببینید، ما وقتی که میگیم استراتژی آمریکا، یک تصور داریم که باید استراتژی حتما رویه نظامیگیری در این قوی باشه، فرستادن سرباز بیشتر، فرستادن ادوات جنگی بیشتر، فرستادن مثلا نیروهای بیشتر و همینطور فرستادن فرض بکنید که تیارات تهاجمی که F-16 چند وقت پیش در افغانستان گفته بودن مستقر میشه. وقتی که با این استراتژی آمریکا بیا وارد افغانستان شوه، خب ما استراتژی جنگی را در 16 سال گذشته دیدیم که خیلی توفیق آمیز نبود، یعنی نتونست بساط جنگ از افغانستان بر بچینه. پس راه حل نظامی نداره این نبرد. تمام تحلیلگران چی در داخل آمریکا، چی در اروپا، چی در افغانستان، حتی امروز فکر کنم نماینده روسیه زمیر کابلوف باز دوباره گفته که با جنگ نمیشه بران افغانستان اکثر کنه. پس چرا جنرالان آمریکایی بارها تاکید بر این دارن که سربازان آمریکا و ناتو در افغانستان بیشتر شوه؟ ببینید، جنرالان نظامی یک دید خاصی دارن نسبت به وضعیت و این الزاماً دید درست نیست که باید مثلا پیاده شوه. وقتی که تحلیلگران، کارشناسان نظامی سیاسی میان میگن که خب جنگ افغانستان از راه نظامی حل نمیشه، خب ایره ما در گذشته دیدیم که نشد، یعنی از راه نظامی جنگ حل نشد، یکسرا نشد، و الا اگر میشد 130,000 سربازی کار انجام میدادن. فرستادن بیشتر سرباز به معنای درگیر شدن بیشتر در جنگ است، به معنای تحریک نیروهای بیشتر در داخل افغانستان است، به معنای تحریک نیروهای بیشتر پیرامون افغانستان است. پس این نمیتونه نتیجه بخش باشه. چیزی که نتیجه بخش است به عقیده من است که دولت آمریکا به جای فرستادن بیشتر سربازان خودش، باید نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی و نیروهای دفاعی خود افغانستان را تقویت بکنه. اگر مشاورین می، البته سربازانی هم که در قرار است فرستاده شوه که اکتیدان فرستاده، اینا نقش جنگی ندارن، اینا بیشتر نقش مشورتی دارن، اینا نقش حمایتی دارن، اینا نقش تعلیمی دارن. اما اگر گیریم که مثلا 10,000 سرباز بیا، خب 10,000 سرباز نمیتونه کلش مشاور باشه. خب یک شکل دیگر هم تقویم میکنه که 10,000 سرباز یک نیت دیگر با خودشان هم میکنن که داخل افغانستان نیان. چه نیت را حمل میکنن اینها؟ این نیت بیشتر پیامی برای بیرون است، نه در داخل افغانستان. یعنی اینها نمیخوان که جنگ را در افغانستان مشکلش اکثر بکنن، به خاطر جنگ نیابتی که با کشورهای روسیه و کشورهای منطقه دارن میخوان اعزام نیرو بکنن به افغانستان. ما تا فعلا عقیده بری ندارم که جنگ نیابتی بین آمریکا و روسیه در افغانستان شکل گرفته. درست است که این جنگ در حال شکل گیری، اما این که آمریکا میه اینجا حکومت افغانستان را حمایت میکنه و روسیه هم میه یا به شکل پنهانی و یا هم به شکل آشکار طالبان را حمایت میکنه، به یک نحو جنگ نیابتی است دیگه. خب وقتی جنگ نیابتی میگیم، یک طرف باید ضد نظام باشه، یک طرف باید همسو با نظام باشه، ولی روسیه و آمریکا هر دو تاشون همسو با نظام افغانستان هستند. هیچ گاهی روسا نگفته که ما نظام افغانستان نمیپذیریم، این نظام باید ساقط شه، مثلا یک نظام دیگری جایگزین شه. روسا ادعایشان است که باید همین نظام تقویت شه، همین نظام باید بنیهایش قوی شه تا این نظام خودش بتونه بر مشکلات داخلی فائق بیاید. آمدن بیرونی‌های بیشتر به معنای تحریک ماست، روسا فکر میکنند. آمدن نیروهای بیشتر به معنای این است که باید اوضاع در خارج افغانستان زیر کنترل بیاید و این قابل پذیرش نیست. برای روسا قابل پذیرش است که باید نیروها، دولت افغانستان توسط کمک‌های جامعه جهانی که حتی روسا میگن ما هم حاضر هستیم که سهم بگیریم، تقویه شود تا اینا خودشان بر دشمن در داخل فشار وارد بکنند و این دشمن وادار به مذاکره شود، وادار به آمدن به مذاکره شود. اما اگر چنین نباشد، یعنی نیروهای داخلی افغانستان تقویه نشود، با عوضش نیروهای بیرونی فرستاده شود، خب این به این معناست که او کسی که نیروها را میفرسته او نیت ایره نداره که در افغانستان صلح بیاید. پس میگم ما هم ناچار هستیم که تدابیر حمایتی، تدابیر وقایعی خود بگیریم، یعنی هم در بخش آسیای مرکزی نیروهای خود هم مستحکم بسازیم، هم در وارد جبهه در افغانستان شویم و کاری کنیم که علیه از افغانستان علیه ما استفاده صورت نگیره. اما فکر نمیکنید که نیروهای امنیتی افغان به تنهایی توان از این نداره که طالبان را شکست بتاله؟ به گزارش های سیگر اگر توجه شود، اونها میگن که 45% خاک افغانستان از کنترل حکومت افغانستان خارج است. این به این معنا است که اینها نتونستن که خاک افغانستان را به شکل درست نگهداری بکنند. خب در اینجا هم دو تا منطق وجود داره، یعنی به اصطلاح دو قضیه را هم میکنه با خود این گزارش های سیگار. اولی که اینا میخوان آنچه که خودشان شکست های خودشان است او را سرپوش بگذارن، گویا ما پول دادیم، امکانات دادیم، اما درست استفاده نشد.
از طرف دیگر یک چیز دیگر میرسونه که واقعا در افغانستان چنین مشکلاتی وجود داره. حتی مقامات رسمی در وزارت دفاع افغانستان در مثلا جای دیگر میگن که فساد وجود داره. ما و این فساد همگی میبینیم، مشاهده میکنیم. وقتی که فساد وجود داشته باشه، خب طبیعی است که دشمن برای دولت و برای حکومت و برای نیرو فائق میآید. شما امکانات وقتی که هدر بتین، امکانات درست استفاده نکنین، خب نمیتونین مثلا بر دشمن پیروز شوین. یک فرض دیگه هم که اشتباهاً گفته میشه است که دولت افغانستان، نیروهای دولت افغانستان توانایی مقابله با طالب را نداره. این فرض اشتباهی است. نیروهای افغانستان توانایی مقابله با طالب و با امکانات موجود داره. اگر نیتی وجود داشته باشه، اگر امکانات درست استفاده شود، فکر نکنم که طالب حتی در 1 کیلومتر از افغانستان وجود داشته باشه، چه برسه به اینکه 40% خاک تحت کنترل. سپاسگزارم آقای سالنگی از این که در بحث ما حضور پیدا کردین. بیننده های عزیز، قرار بود که آقای دکتر قادر سکندری استاد دانشگاه نیز با ما باشن، اما متاسفانه برای این بحث حاضر نشدن. سپاسگزارم از حضورتان. در اخیر هم گزارش کوتاهی ببینید. تیم امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده استراتژی را شکل می دهند که با پیروزی در افغانستان خواهد انجامید و رئیس جمهور ترامپ اعتماد زیادی به آن تیم دارد. جان مکین رئیس کمیته خدمات امور نظامی مجلس سنا با ذکر این مطلب گفت که با باور وی رئیس جمهور ترامپ بسیاری اوقات سفارش ها و مشوره های آن تیم را می پذیرد. آقای مکین که از جمله منتقدین سرسخت رئیس جمهور ترامپ به حساب می آید، در مصاحبه تلویزیونی در استرالیا گفت که رئیس جمهور اکثر اوقات به سفارش آنها گوش نمی دهد و اگر بگویم این کار مرا می آزارد، بله می آزارد. رئیس جمهور ترامپ انتظار می رود به زودی در مورد افزایش 5000 سرباز اضافی به افغانستان تصمیم بگیرد. در حال حاضر 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارد و فرماندهان آمریکایی اعزام 5000 سرباز اضافی را تقاضا کردند. در همین حال روزنامه دیلی تایمز نوشته که معلوم نبودن سیاست ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان باعث افزایش ناامنی‌ها در این کشور شده است. تا زمانی که سیاست ایالات متحده در قبال افغانستان روشن نگردد، افغانستان شاهد ناامنی‌های بیشتری خواهد بود. با باور روزنامه، چین و روسیه به خاطر صلح و کشوندن پای طالبان به میز مذاکره نشست‌هایی را برگزار کردند که آمریکا در این نشست‌ها شرکت نکرده است. اینکه سربازان آمریکایی از افغانستان خارج می‌شوند یا نه، این موضوع وضعیت افغانستان را وخیم‌تر ساخته است. این گفته ها در حال مطرح می شود که اداره دونالد ترامپ در حال بررسی فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان است. فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان و فشار وارد کردن به پاکستان و از بین بردن لانه های هراس افغانان در خاک پاکستان از موارد مهم پالیسی جدید ایالات متحده آمریکا می باشد.